سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله تاهرین با درود بر شما عزیزان امیدوارم که انشاءالله خوب خوش و سلامت باشید در ادامه بیان احکام و مسائل شرعی در محیط های غیر اسلامی و خارج از کشور یکی از مسائل بسیار مبتلایی که و مبتلا که برای عزیزان در خارج از کشور هست مربوط به بحث نماز جماعت و خصوصا در جایی است که شما عزیزان با پیروان اهل سنت و مذاهب اهل سنت زندگی می کنید یک محیطی است که تعدادی از شیعیان زندگی می کنند و تعدادی از اهل سنت و یا در کشوری زندگی می کنید که این کشور دین رسمیش اسلام لاکن مذهبش اهل سنت هست در اینجا سوال می شود که در باب نماز جماعت که یکی از مستحبات مورد تأکید دین مقدس اسلام هست ما با جماعت اهل سنت می توانیم شرکت بکنیم و آیا نماز ما در رابطه با نماز جماعت اهل سنت به چه صورتی است؟ عزیزان من عنایت دارن که وحدت وحدت مسلمین یکی از مسائل بسیار مهم جهان اسلام در وضعیت کنونی است و نماز جماعت نشان دهنده وحدت و شکوه و عظمت مسلمین است لذا شرکت شما عزیزان در نمازهای جماعت اهل سنت از نظر شرعی و فقهی اشکالی ندارد حدیثی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که در کتب معتبر ما ذکر شده است که فرمود من صلا خلفهم فی الصف الاول که من صلا خلف رسول الله فی الصف الاول اگر کسی پشت سر اهل سنت به نماز به در صف اول مانند کسی است که پشت سر پیغمبر اکرم در صف اول به نماز ایستاده است عزیزان دقت دارن اون چی که از این روایت و حدیث که در کتب معتبره ما شده از استفاده می شود اهمیت بحث وحدت مسلمینه ولذا شما عزیزان می توانید به امام جماعت اهل سنت اقتدا بکنید و این نماز هم مجزیس و کافی هست نیازمند اعاده نیست این مختص شهر مقدس مدینه منوره و یا مکه مکرمه نیست بلکه این حکم در همه جوامع به اصطلاح اهل سنت و یا کشورها و یا شهرهایی که اهل سنت اقامه جماعت دارن ساری و به اصطلاح قابل عمل هست مثلا شما فرض بکنید بعضی از دانشجویان سوال میکنن که در دانشگاهی که ما درس میخوانیم هنگام ظهر نماز جماعتی برپا می شود توسط اهل سنت امام جماعت سنی مذهب است آیا ما می توانیم در این جماعت شرکت بکنیم و به امام جماعت اهل سنت اقتدا بکنیم پاسخ این هست که بله می شود اقتدا کرد و هیچ مشکلی در این ارتباط وجود ندارد اما سوال می شود که آیا اهل سنت که در نماز تکتف می کنند یعنی دست رو بر روی سینه قرار می دهند ما هم باید در نماز این کار رو انجام بدهیم گفتن اگر اقتضا نمی کند که شما این کار رو انجام بدید که معمولا هم اهل سنت این رو سنت می واجب نمی دانن. لذا عدم انجام این کار حساسیتی رو بر نمی انگیزه پس بنابراین تکتف برای شما لازم نیست و در صورت انجام این کار به صحت نمازتون لطمه وارد می شود و یا گفتن آمین که اهل سنت بعد از سوره حمد کلمه آمین رو تکرار می کنند و بیان می آیا ما می بایستی همراه اونها بعد از حمد آمین رو بگوییم و این رو ذکر بکنیم نه اون هم به اصطلاح لازم نیست و ذکر چنین کلمه در نماز جماعت اهل سنت برای شما که شیعه مذهب هستید موجب عدم صحت نماز هست مگر اینکه شما سوال بکنید که در یک جماعت و یک مکانی است که طبیعتا وحدت ایجاب می کند که من الزاما تکتف کنم الزاما آمین بگویم اون یه بحث استثنایی است که معمولا در همه جا این وضعیت و موقعیت نیست لذا شرکت در جماعت اهل سنت با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم جایز و نماز خوندن با اونها هم مجزی است نکته دیگری که وجود دارد و سوال می شود اینه که آیا من نماز واجبم رو مثلا هنگام ظهر و عصر با جماعت اهل سنت بخوانم مجزی است آیا می توانم نماز قضای خودم رو به امام جماعت اهل سنت اقتدا بکنم و نمازهای به اصطلاح فوت شده قبلی رو با اینها قضا بکنم در اینجا جواب مسئله این هست که خیر نمی توانید تنها شما می توانید نمازهای واجبتون رو در هنگام وقت به امام جماعت اهل سنت اقتدا بکنید و نماز جماعت نماز قضا به جماعت اهل سنت مجزی نیست نکته دیگری که بعضا سوال می شود در همین ارتباط این هست که در مراسم هایی که اهل سنت دارن مراسم های دینی که دارن آیا ما می توانیم در این مراسم ها شرکت بکنیم که طبیعتا جواب اینه که چون اون مراسم اسلامی است و جمع هم جمع مسلمانه اشکالی ندارد و می شود در اون مراسم شرکت کرد نکته دیگری که در باب نماز جماعت با اهل سنت مطرحه اینه که معمولا فقه اهل سنت نماز مغرب رو هنگام غروب می و هنوز مغرب نشده اینها نماز مغرب رو می خانن. آیا من با این اوصاف می توانم به آنها اقتدا بکنم و قبل از مغربی که آنها نماز می با آنها نماز بخوانم نکته این هست که اولا معلوم نیست که مغرب نشده باشد معمولا از اهل سنت غروب آفتاب است اما با توجه به فاصله ای که برای نوافل میدهند مغرب متحقق شده و هنگام مغرب فرا می رسد اگر هم ما بگوییم که این چنین نیست اگر وحدت اقتضا بکنه خواندن نماز با جماعت اهل سنت در این صورت هم مجزیست و مشکلی رو در این زمینه ایجاد نمی کند نکته دیگری که در همین ارتباط مطرح می شود و سوال می شود اینه که اهل سنت در هنگام افتار در ماه مبارک رمضان هنگام غروب آفتاب افتار می کنن. اگر من دعوت شدم به یک مجلسی به یک میهمانی افتار که شرکت کنندگان در اون مجلس اهل سنت بودند یا صاحب مجلس اهل سنت بود آیا میتوانم همراه با میهمانان و یا صاحب میهمانی من روزه ام رو افتار کنم به این عنوان که به اصطلاح وحدت اقتضا میکنه و من همراه اونها باشم آیا این جایز است یا نه جواب این مسئله اینه که چون فقه شیعه بر این اساس است که هنگام افطار روزه ماه مبارک رمضان و کلا روزه هنگام مغرب است لذا غروب آفتاب هنگام افتار فرا نرسیده است نمیتوان افتار کرد اگر کسی بگوید من در جوی قرار گرفتم که اگر افتار نکنم به وحدت مسلمین لطمه ای وارد میشود و همراهی من با اونها در حقیقت میتواند این نمایش وحدت رو ایجاب بکنه و من مجبور میشوم به این عنوان که روزه ام رو همراه اهل سنت در غروب آفتاب افتار بکنم این کار اگر انجام بدهد در حقیقت این روزه باطل هست و بعد میبایستی فقط غذای این روزه رو در بعد از ماه مبارک رمضان به جا بیاورد نکته دیگری که در اینجا در امر وحدت با اهل سنت هست که همانطوری که خدمت شما عزیزان ارز کردم حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی تأکید فراوان داشتند که در این مجامع نماز خودتون رو به جماعت بخوانید حتی با اهل سنت بخوانید که ما این وحدت مسلمین رو در جامعه جهانی به نمایش بگذاریم در همین ارتباط یک مسئله دیگر رو هم اضافه کنیم که اگر ما در جامعه زندگی می که اهل سنت ساکن هستند در پایان ماه مبارک رمضان و روز اول ماه شوال اهل سنت بر اساس به اصطلاح افق خودشون یک روز بعد از ما اعلام فطر کردن و نماز عید فطر رو بعد از روزی که بر اساس معیارهای ما به اصطلاح رؤیت ماه شوال شده است اعلام کردند آیا می توانیم همراه اونها نماز عید فطر رو در روز دوم ماه شوال یا احیانا با توجه به اختلاف زیاد روز سوم ماه شوال اقامه کنیم این رو فرمودن اشکالی ندارد می تواند انسانی که در یه محیط به اهل سنت زندگی میکنه و آنها بر اساس معیارهای خودشون روزی را به عنوان روز عید فطر اعلام کردند که روز عید فطر ما روز قبلش بوده است یا دو روز قبلش بوده است ما می توانیم نماز عید فطر رو در به اصطلاح روز دوم ماه شوال یا سوم ماه شوال همراه با اونها به اصطلاح افطار بکنیم و نماز عید رو برقرار بکنیم و همراه اونها اقامه بکنیم این مربوط به مسائلی بود که در خصوص جماعت با اهل سنت و یا مسائلی که پیرامون مسئله سوم و روزه در جوامع اهل سنت هست به صورت مختصر خدمت شما عزیزان بیان شد اما نکته دیگری که در همین ارتباط وجود دارد بحث رؤیت هلال است رؤیت هلال بیشتر در بحث رمضان موضوعیت پیدا میکنه و حساسیت بیشتری نشان داده می شود هرچند که بحث رویت در همه ماه های قمری هست اما مسلمین روی بحث رویت هلال در دو ماه بیشتر حساسیت دارند یکی بحث ماه زیحجه است که ماه انجام فریزه حج و دیگری هم ماه مبارک رمضان و هلال ماه رمضان برای شروع ماه مبارک رمضان و رؤیت هلال ماه شوال برای پایان ماه مبارک رمضانه مسائلی در این زمینه مطرح هست که معمولا مورد ابتلای عزیزان است که در کشورهای غیر اسلامی و یا کشورهای خارجی اسلامی زندگی می کنند که من به صورت مختصر چند مسئله را در اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم که در رؤیت هلال آیا ما می توانیم به اصطلاح همراه کشوری در همسایگی ما یا کشور ایران بر اساس افق او در کشوری که ساکن هستیم عمل بکنیم در یک کشوری اعلام روز عید فطر می شود ما هم به تبعیت او عید فطر بگیریم و روزمون رو افطار بکنیم آیا این ممکن است یا نه عزیزان عنایت دارند ببینید بحث رؤیت هلال ملاک دارد و او هم رؤیت است چون ما در روایت داریم که سم للرؤیا وفتر للرؤیا یعنی امام فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن شما با رؤیت هلال ماه رمضان روزه بگیرید و با رؤیت هلال ماه شوال افتار بکنید و ماه رمضان رو به پایان ببرید لذا رؤیت هلال موضوعیت داره شما باید رؤیت هلال بکنید و در حقیقت استهلال بکنید که امر مستحبی است اگر خودتون هلال ماه رو رؤیت کردید بر شما حجت تمامه و میتوانید فردا رو به عنوان روز اول ماه شوال روزتون رو افطار بکنید یا از کسی که به او اطمینان دارید اطمینان حاصل بکنید که فردا روز اول ماه شوال و عید فطره به قول او اطمینان کنید و به اصطلاح این کار رو انجام بدید و به عنوان عید فطر عمل بکنید که این سوال می شود که ما در جامعه زندگی می کنیم که در اونها اهل سنت ساکن هستند آیا اعلام شیخ الاسلام اهل سنت مبنی بر عید فطر برای ما هم کافی است و ما می توانیم به قول اونها اطمینان کنیم و به اصطلاح فردا رو روز عید فطر بدانیم جواب این مسئله این است به خودی خود حجیت ندارد که شما بگویید شیخ الاسلام اهل سنت چون اعلام کرده است پس برای ما حجت است این چنین نیست اما اگر به نحوی است که شما از این وضعیت از این شیخ الاسلام اطمینان حاصل می کنید که رؤیت صورت گرفته و فردا مثلا روز عید فطر می توانید به این یقین و اطمینانتون عمل کنید چون ملاک در اینجا عزیزان من یقین شما و اطمینان شما به رؤیت حال ممکن است از, از یک فرد سنی مذهب باشد ممکن است از, از فرد شیعی باشه به صورت طبیعی و ظاهری به قول اهل سنت نمیتوان اطمینان کرد چون که بعضا معیارهاشون با ما متفاوته اما اگر شما به شخصه یا عده‌ای از مسلمانان و شیعیان به قول اونها به نحوی اطمینان داشتن میتوانند بر اساس یقین و اطمینان خودشون عمل بکنن و به اصطلاح فرزن فردا رو به عنوان روز عید فطر اعلام بکنن و عمل بکنن برگردیم به مسئله قبلی که اگر ما در شهر و یا کشوری زندگی می کنیم بر چه اساسی می توانیم به افق کشور مجاور و یا شهرهای مجاور عمل بکنیم در صورتی که متحد الافق باشه متحد الافق چیست؟ در حقیقت از نظر شرعی اتحاد افق به شهرها و یا کشورهایی گفته می شود که از جهت احتمال رؤیت هلال و عدم احتمال رؤیت هلال یکسان باشند آیا اتحاد افق شرط است بله اتحاد افق شرطه که ما بتوانیم در شهر مجاور و یا کشور مجاور بر اساس افق او عمل بکنیم نکته دیگر در این است که اگر ما در یک کشوری زندگی می کنیم، در حقیقت دولت اون کشور دولت ظالم و جائری است اگر اون دولت اعلام رؤیت بکنه و اعلام, اید و اعلام اید بکنه اگر دولت اون کشور اعلام رؤیت و اعلام اید بکنه آیا ما می توانیم به اعلام دولت عمل بکنیم این هم ملاکش همون بحث اطمینان به اوست اگر به گفته اون دولت شما اطمینان دارید می توانید عمل بکنید اگر اطمینان ندارید از نظر شرعی نمی شود به اعلام اون دولت عمل کرد اما نکته دیگری که در اینجا مطرح هست این هست که معمولا و غالبا اگر در کشورهای شرقی رؤیت هلال صورت بگیرد آیا در کشورهای غرب اون کشور به خودی خود رؤیت هلال رؤیت شده است و برای ما اول ماه ثابت می شود یا نه نکته این است که به صورت معمول این چنینه اما ملازمه در این زمان وجود در این مسئله وجود ندارد لذا این ملازمه منتفیس و معیار کلی ملازمه بین دو تا بلد و دو تا کشور و یا دو تا شهر در امکان رؤیت هلاله صرفا شما نمیتوانید بگید که ما چون در شرق یک کشور هستیم و رؤیت هلال صورت گرفته است در غرب مکان ما طبیعتا رؤیت هلال صورت گرفته و یا در شرق ما چون رؤیت هلال صورت گرفته به صورت طبیعی در مکانی که ما زندگی میکنیم و قرب اون کشور هست رؤیت هلال صورت گرفته این حجت شرعی نیست بلکه حجت شرعی همون ملازمه بین دو مکان و دو شهر یا دو کشور به جهت رؤیت و عدم رؤیت هست بحث ما در خصوص رؤیت هلال در اینجا به پایان می رسد اما چند نکته را در اینجا خدمت عزیزان در همین ارتباط عرض بکنیم که اگر کسی در خارج از کشور در ماه مبارک رمضان زندگی می کرد اقامت داشت و در اونجا روزهاش رو گرفته بود و در حقیقت سی روز ماه مبارک رمضان رو در اون کشور روزه گرفت اما بعد از سی روز به افق اونجا مسافرت کرد به عنوان مثال به ایران و در ایران اون روز هنوز ماه مبارک رمضان بود و ماه رمضان تمام نشده بود آیا من می توانم بگویم ماه رمضان که بیش از سی روز نیست بنابراین من در ایران که امروز روز آخر ماه, ماه مبارک رمضان هست یا فردا روز آخر ماه مبارک رمضان هست بر من واجب نیست که روزه بگیرم خیر شما چون در ایران آمدید و به افق ایران اینجا هنوز یک روز به ماه پایان ماه مبارک رمضان باقی هست بر شما واجب هست که این روزه را بگیرید نکته دیگر و مسئله دیگر این هست که من در خارج از کشور در ماه مبارک رمضان 28 روز روزه گرفتم اونجا هنوز ماه رمضان پایان نیافته بود مسافرت کردم به یک کشور دیگری مثلا فرض میکنیم به ایران آمدم در ایران پایان ماه مبارک رمضان اعلام شده بود و روز عید فطر بود طبیعتا من در ایران باید بر افق ایران امروز را روز عید فطر اعلام بکنم و بدانم و عمل بکنم ماه مبارک رمضان من طبیعتا می شود 28 روز وظیفه من چیست یک روز دیگر رو می بایستی شما به عنوان قضای روز ماه مبارک رمضان قضا بکنید و در بعد از ماه مبارک رمضان این روزه را بر شما واجب است که بگیرید این دو مسئله در حاشیه مسئله رویت هلال لازم بود که خدمت عزیزان عرض بکنم و انشالله که مفید فایده برای شما خواهران و برادران عزیز واقع شده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته